خطاب به جمعیتی که در میدان واتیکان گرد آمده بودند گفت باید به رنج و آلام مردم در آن بخش از خواهر میانه که کشورهایشان در آتش جنگ می سوزد توجه بیشتری شود. من به خصوص برای آنهایی دعا می کنم که در خواهر میانه زندگیشان را در جنگ و درگیری میگذرانند. من آنها را به دست مریم مقدس ملکه صلح و آرامش می‌سپارم. همینک بسیاری از افراد بیگناه چه مسیحی، چه مسلمان و چه اقلیتهایی چون قوم ایزدی قربانی تبعیض و خشونت های بار جنگ هستند. پا فرانسیس از جوامع مختلف در منطقه خواست اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. من با دعاهایم با شما احساس همدردی و همبستگی می و از کسانی که در برآوردن نیازهای انسانی میکوشند سپاسگزارم از جوامع مختلف دعوت می کنم از راه گفتگو و دوستی آینده پر از احترام، امنیت و صلح و به دور از جنگ و دعوا را فراهم کنند. رهبر کاتولیک های جهان در بخشی از موعظه خود به روز مادر اشاره کرد که امروز یک شنبه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در آمریکا گرامی داشته شد. پاپ گفت بیایید در چنین روزی همراه با نیایش و با عطوفت و تقدیر از همه مادران جهان یاد و برای سلامت آنان دعا کنیم. پروانه هدایت صدای آمریکا.